کنفرانس علمی اهل بیت علیهم السلام تحت حمایت انجمن شیعه حسینی فاند در شهر لکنو هندوستان برگزار شد در این کنفرانس نزدیک به 150 نفر از علمای شیعه از نه ایالت هندوستان، ایالت کرگل، ایالت کشمیر، ایالت مهاراشترا، ایالت پنجاب، یوپی، بهار، جهاراکند، دهلی و مدیا پردیس حضور یافتند که از جمله میتوان به شخصیت های زیل اشاره نمود آیت الله سید حمید الحسن حجت الاسلام و المسلمین آقایان سید فرید الحسن سید ابزال نقوی از میرت آقای جواد جوادی از آل هاباد آقای تهذیب الحسن از رانجی آقای اسد از بیهار سید ندیم اسقل از, از بنارس آقای کوکب مشتبا آقای اوم لوی، آقای امام هیدر از کانادا، آقای یحصوب عباس، میرزا جعفر عباس و آقای قزنفر توسی مشارکت نمودند. از جمله شرکت کنندگان در این کنفرانس، حجت الاسلام و المسلمین عدیب هندی وکیل آیت الله لزما شیرازی در هندوستان بود که در گفتگو با اخبار شیعه هدف از برپایی این کنفرانس را ابتدا دفاع از مبانی ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام ذکر کرد و افزود، در این کنفرانس به دفاع از شعار مقدس حسینی علیه السلام و تعظیم و تکنیم ایام ازاداری سرور و سالار شهیدان پرداخته شد و شرکت کنندگان جملگی احیای جنت البقی را خواستار شدند. وکیل آیت الله لزما شیرازی در هند همچنین افزود، از دیگر اهداف برپایی این کنفرانس دفاع از محوریت مرجعیت شیعه در دوران غیبت بود که چهره ها و علما و دانشمندان شیعه از احزاب و گروه های مختلف شیعه حاضر در این کنفرانس آن را مورد تاکید قرار دادند. این چهره ها و دانشمندان شیعه شیعه شرکت کننده در کنفرانس مذکور از سرتاسر سر هند و سایر کشورها با رویکرد اتحاد شیعی خواستار هماهنگی و همدلی بیشتر در برابر حجمه های دشمنان تشیع در اقصا دنیا شدند لازم به ذکر است این کنفرانس علمی روز شنبه پنجم آذر برابر با 26 نوامبر به مدت یک روز برگزار شد